در تریبون کارگری امروز با ستار رحمانی و بهروز خباز هستیم. سلام بر تو ستار جان. سلام بر شما و بهروز خباز عزیز و بینندگان و شنوندگان رو تلویزیون برنامه. سلام بر تو بهروز جان. من هم سلام میکنم به تو علی جان و رفیق عزیزم ستار جان و دستاندرکاران تلویزیون برابری. خسته نباشید. درود به شما. این در واقع قطعنامه ها و بیانیه های متعددی در ارتباط با اول ماه مه در این دوران کرونایی انتشار پیدا کرد. قطعنامه هایی که و بیانیه ها و اعلامیه هایی که ما رو در واقع آشنا میکنه و مخاطبین بسیاری رو آشنا میکنه با خواستها و مطالبات جنبش کارگری که از طریق نهادها و تشکلهای مستقل اعلام میشه، خصوصا در دوره کرونایی و خطرات شیوع در واقع کرونا توی کشور ما و بسیاری از نقاط جهان متاسفانه امکان برگزاری اجتماعات گسترده و وسیع اجتماعاتی نبود. به این لحاظ در بسیاری از کشورهای جهان هم یا از طریق رسانه‌ها یا از طریق در واقع اعلام بیانیه‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در رابطه با روز جهانی همبستگی کارگران اعلام موضع کردند و در واقع برنامه آینده خودشون رو در مقابل رابطه با وضعیت کنونی در واقع اعلام کردند. در ارتباط با ایران شما چطور دیدین این در واقع بیانیه ها رو و چه بچه مشخصات معینی داشت این در واقع بیانیه ها؟ ستار جان بفرم. خواهش میکنم. همونطور که گفتین، خب امسال یه سال ویژه‌ای بود که سراسری جهانی بود و در حقیقت طبقه کارگر جهان نتونست صدای فریاد دادخواهی خودشو در خیابان‌ها بیان کنه، اما در اعلامیه‌هاشون، در بیانیه‌ها و همه جا اعلام کردند و گفتند که نظام سرمایه‌داری ثابت کرد با این کرونا نمیتونه جامعه را اداره بکنه بدون کار کارگران. یعنی اگر کارگران کار نکنند کل جهان خوابیده، و این از این زاویه، یعنی اون مرکز تمام بیانیه هایی که من دیدم سراسر جهان این بود که بار دیگر سرمایه‌داری نشون داد که عاجز از مبارزه با هر نوع ویروسیه، هر نوع مرضیه، و به خصوص در قسمت بهداشت و آموزش و پرورش و بقیه نشون داد که این کارگران هستن، این پرستاران هستن که با همین ویروس مبارزه میکنن. در ایران به طور مشخص باز این پرستاران بودن که نشون دادن واقعا اینها که دارن کار میکنن و نظام اصلا در برنامه ریزی این هیچ چیزی نداشت. اما از زاویه کل جنبش کارگری در ایران بخوایم نگاه بکنیم، خب مثل جاهای دیگه نه تظاهرات خیابانی بود و نه تجمع کوچک، گلگشت ها و اینها هم حتی نداشتن، و در سطح بیانیه ها این اول ماه مه خود داشت.
یکی از بیانیه‌هایی که شاید بسیار جالب بود و جدید بود در مقایسه با سالهای قبل، البته سال قبل خب اون تجمع اول معامل بسیار بسیار تجمع جالبی بود، برای اینکه هم دانشجوها توش بودن، هم معلمان بودن، هم بازنشستگان بودن و تقریبا از تمام بخش‌های جامعه کارگری تو اون شرکت داشتن. امسال همان نوعش، به نوعی باید بگیم، در این بیانیه سندیکای شرکت واحد با تعدادی از کمیته ها و کانونهای صنفی معلمان بود. این بیانیه بدون اشکال نیست، هم از لحاظ محتواش و هم از لحاظ مجموعه‌ای که اینا امضا کردن، که ما اینجا به اون نمیپردازیم در حال حاضر. اما به نقاط مثبتش که فکر بکنیم، تعدادی از کانونهای صنفی امضا کردن که بسیار بسیار جالبه، اما اون کانونهای صنفی باز اکثریت ندارن، یا حتی شورای هماهنگی معلمان میتونست این امضا بکنه اگه بخوایم یکم نقدش بکنیم که مجموعه کانونهای صنفی رو داره، ولی به دلایل اینکه کانونهای صنفی همه یک دست نیستن و در حقیقت باید بگم که شورای هماهنگی الان دست جناح راست تا جناح کارگری، طرفداران معلمای کانونهایی که معتقدن بخشی از طبقه کارگران باید با آنها همراهی کنن. به همین دلیل میبینیم که اون کانونهایی که در حقیقت رادیکالترن اونا امضا کردن، کمیته هایی هم امضا کردن، بازنشستگان هستش. خب گفتم اینا بدون اشکال نیست، باید اینا مورد توجه قرار بگیره، اما خب نقطه حرکت خوبیه، یعنی حداقل نشون میده که معلمان، بخشی از معلمان، اگرچه نه اکثریتشون، دارن به سمت این میرن که متحد بشن با طبقه کارگر. خب ما انتظار داریم در سالهای بعد و در این پروسه پرستاران هم بیان، اکثریت بازنشستگان بیان و رانندگان حمل و نقل و کامیوندارها و بقیه معادن و بقیه بخش‌های کارگری به طور کلی بگیم، اینا روز اول معامله رو حداقل با همبستگی همدیگه و به صورت سراسری برگزار کنن و نه تنها فقط در تهران باشه، بلکه در سراسر ایران در خیابان‌ها رو در تصویر خودشون بگیرن. این ویژگی امسال در حقیقت باید بگیم اول ماه مه ایران بود، اگه به طور خلاصه بگم. شما چطور دیدید روی در واقع این قطعنامه ها رو، مطالبات و چه مطالبات مشترکی تو این قطعنامه ها در واقع دیده شد و چگونه شما میتونید در واقع این قطعنامه ها رو ببینید، یا در واقع این بیانیه های مشترکی که هست، یا اگر لطف کنید نمونه هایی رو بگید بعد نخواهد بود. فیروز جان. بله، من در واقع با توجه به اون شرایط کرونایی که پیشا پیش حاکم بود، معلوم بود که ما یک اول ماهمه این مثل سال 98 نخواهیم داشت. اگر یادتون باشه تعداد زیادی در اول ماهمه سال 98 شرکت کردن، از جمله بازنشستگان، دانشجویان، تعداد زیادی هم دستگیر شدن که خیلی هاشون الان زیر پرونده شون در دستور کار قوه قضاییه هست و منتظر دادگاهیشون هستن. خب امسال با توجه به این شرایط، همونطور که انتظار میرفت، بیشتر قطعنامه ها در سطح گروه های کارگری قطعنامه هایی بود که به اصطلاح مثلا قطعنامه که مشترک بود، سندیکای واحد در اون بود، به غیر از سندیکای واحد 10 گروه معلمان و کانون صنفی معلمان و گروه های کارگری همچون
کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری بود. این شاخص بود. همونطور که رفیق ستار گفت، به نظر من این قطعنامه به جهت تنوع گروه‌هایی که اون را امضا کرده بودن، معلمان و کارگران، بخشی از معلمان و کارگران شاخص بود. اینکه این گرایش به هر حال به ما نشون میده که گرایشی وجود داره در بین معلمان که توجه داره به مسائل کارگری، به نزدیکی به حرکت‌های کارگری، به هم پیوستگی با حرکت‌های کارگری. اینا علاقمند هستند در درون بدنه کانون صنفی معلمان یا شورای هماهنگیشون. خب بدنه ای هست که چپ هستن، وجود دارن و توی با عنوان گروه های تلگرامی مختلف دارن فعالیت میکنن به طور واقعی. قطعنامه های دیگه که به اصطلاح با عنوان یکیش با عنوان قطعنامه تشکل ها و گروه های کارگری و فعالین کارگری منتشر شد، از جمله سندیکای نقاشان استان البرز و کار فلزکار کرمانشاه، کانون کارگران ساختمانی و گروهی از کارگران فعالین کارگری توی سقز بودن. اتحادیه آزاد داشتیم که تنهایی قطعنامه داده بود و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران بودن، شورای بازنشستگان بودن، گروه اتحاد بازنشستگان از جمله گروه های چیز بودن و همچنین بحث سندیکای هفت تپه. اینها عمدتاً علی جان در رابطه با مسئله امنیت شغلی، در رابطه با افزایش دستمزد متناسب با تورم، تقابل با خصوصی سازی ها و مقابله با بیکارسازی هایی که صورت میگیره، در کنار اینها مسئله آزادی، حق آزادی تشکل، به رسمیت شناختن تشکل مستقل در هر کدوم از اینا بود، جاری بود و در واقع ویژگی همه این گروه ها تمام شمول بود. بیشتر به غیر از اینها خب بحث برابری حقوق زنان و مردان، بحث کارگرای مهاجر به ویژه که خب ما هر سال در واقع میتونیم خبری تأسف‌بار از کارگرای مهاجر به ویژه کارگرای افغان داشته باشیم. امسال هم متأسفانه اتفاقی ناجوری افتاد در مرز ایران و افغانستان که واقعا باید محکوم کرد، این حرکت رو، این جنایت رو محکوم کرد. همچنان که ما خانم کارگر رو در سالهای پیش اونجایی که میگفت که شعارش این بود کارگر افغان اخراج باید گردد، این جنس همونه، این جنایتکارا همون هستن و باید بهشون در واقع نهیب زد و محکوم کرد به شدت این جنایت رو. من فکر میکنم در رابطه با همین کارگرهای مهاجر همشون داشتن. ضمن این که در واقع حق و تدریسی، یه رفیقی میگفت که گروه های حق و تدریسی که زیاد در کانون صنفی دیده نمیشه کاراشون و زیاد تحویل گرفته نمیشن، به قول اون دوستی که میگفت، اینا هم جداگانه در واقع چیز دارن، حرکت هایی رو دارن. همین چند وقت پیشا معلمان حق و تدریسی اینا تجمعی داشتن جلوی مجلس و از این قبیل. توی مجموعه این قطعنامه ها و در واقع بیانیه ها ما یه چیزای بسیار مشترکی با سالهای قبل میبینیم. مسئله حق تشکل، مسئله آزادی زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان کارگر و معلمانی که معلمان زندانی و کارگران زندانی، بعد مسئله افزایش دستمزدها متناسب با تورم علیه در واقع همین عدم پرداخت دستمزدها و این دستمزدهای عقب افتاده‌ای که هست، در رابطه با بهبود شرایط کار، در علیه اخراج‌ها
علیه خصوصی سازی ها و این قارت هایی که داره انجام میشه، همه این مجموعه خواستایی که چندین سال در واقع انجام شده. توی همین چند سال ما شاهد صدها، شاید بیش از هزار خورده حرکت هستیم که مدام در مورد خواستای معینی، بخشای از این قطعنامه هایی که هست به حرکت در میاد. اما یک گسیختگی هایی وجود داره، یعنی وقتی نگاهی میکنیم یک گسیختگی هایی وجود داره. این گسیختگی ها رو چطور میشه در یک مجموعه پیوند داد؟ چون واقعیتش اینه که ما وقتی علیه اخراج ها و علیه بیکارسازی ها میکنیم، میتونیم کارگران آماده به کار، کارگران بیکار، اینا رو هم اضافه کنیم به این حرکت عمومی که هست و بتونیم وارد کنیم. همونجوری که مثلا ما فقر و دستمزدهای فاجعه باری که هست و سفره ها رو داره قیچی میکنه، خانواده ها هستن که میان به مبارزات میپندن. همونجوری که توی هبکو، آذراب و خصوصا اهواز و هفت‌تپه ما شاهد بودیم، و بازنشسته ها از او بر که خودشون میگن که ما برای تحقق خواستای خودمون نیاز اتحاد و تشکل مستقل داریم، و خودی تو همینا هست. این چطور میشه پیگیری کرد؟ چه چیزی نیاز هست برای تداوم بخشی به مبارزه مشترک و عمومی و نهادسازی برای این خواستا؟ چه چیزی مفقود است تو این حلقه، حلقه حرکت ها؟ اگر سوالمو دقیق گفته، امیدوارم دقیق گفته باشم. ستا جان. نه، متوجه شدم سوالتون اینه که به هر صورت اعتراضات پیگیری کرد دقیقاً این سی هست و اما به همون وسعتش هم پراکنده هست. حال باید چه کار کرد که یا چه نباید کرد که بشه یک اعتراض سراسری داشت تا بشه به این خواسته ها رسید؟ ببینید، بسیاری از این خواسته ها و مطالباتی که سالهای سال مطرح میشه، از جمله دستمزدهای معوقه، حداقل دستمزد، حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی و یا مجموعه این چیزایی که مطرح شده، به هیچ کدومشون به طور حتی 30% هم باید بگیم نرسیدن. خود در مورد از معوقه میگم 30% به این دلیل که خب بعضی موقع مجبور شدن بهشون پرداخت بکنن، اما خب حق تشکل مستقل اونجایی هم که به رسمیت شناختن سرکوب میکنن. خب کانهای صنفی معلمان همه چیز دارن، این ثبت شده هستن و مجوز دارن برای فعالیت. خود آموزش پرورش بهشون، وزارت آموزش پرورش این مجوز رو داده. اما میبینیم بلافاصله بعد از مجمع عمومی تهران که اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، لنگردی حبیبی، رسول بداغی و بقیه که اکثریت رأی میارن، اینا رو دستگیر میکنن، زندانیشون میکنن. در چه که یکی از خود مامورین آموزش پرورش، حراست آموزش پرورش هم توی همون مجموعه شرکت داشته. خب این تناقض داره دیگه. یعنی رژیم به خاطر همینه باید بگیم که یک، رژیم هیچ تشکل مستقلی رو بر نمیتابه. اونجایی هم که اجازه میده فعالیت بکنن باز دخالت میکنه. و یه نکته دیگه هم هست، یعنی اگر حتی با مجوز گرفتن و آزادی تشکل بدن، بدون آزادی اعتصاب، اعتراض، تجمع، این تشکل مستقل مفهومی نداره. یعنی تو تشکل مستقل داری ولی بهت میگه هر موقع اعتصاب کردی دستگیرت میکنیم، هر موقع اومدی تو خیابون سرکوبت میکنیم، این مفهوم نداره. این آزاد خیلی از چیزا با هم تنیده شده، یعنی نمیتونی یکی بدون دیگری رو داشته باشی. در رابطه با اعتراضات اجتماعی هم به این شکله، یعنی خواست داشتن تشکل مستقل این مطالبه سراسری طبقه کارگر ایران، اما همه جا سرکوب شده و آنجایی که توازن قوا تونسته به نفع طبقه کارگر تمام بکنه اونجا گرفتن. معلم ها برای اینکه تونستن در یه مقطعی اینو بقبولونن، تحمیل کنن به رژیم، دیگه نتونست موازی سازی بکنه. کرد شورای اسلامی معلمان، سازمان معلمان، نمیدونم انواع اقسام اینا رو دارن، ولی هیچ اسمی از اینا در هیچ جایی نیست، فقط کانهای صنفی هست. اما در
قبال بقیه تشکل‌ها، فرض کنیم سندیکای هفت تپه، سندیکای شرکت واحد که تشکیل شدن، اینقدر این رو سرکوب کردن چون سراسری نبود. مثلا اگه فرض کنیم همین شرکت واحد اتوبوسرانی میشد سندیکای حمل و نقل ایران در سرتاسر ایران، اینا چیز داشتن، شعبه داشتن، تشکل داشتن، شاید به اون آسانی که الان اینا رو ایزوله کرده نمیتونست بکنه. یا نیشکر هفت تپه اگه میشد مثلا سندیکای مواد غذایی ایران، چه میدونم، یه حالا هر اسمی که بتونه سراسری باشه و همزمان در جاهای مختلف هم چیزی تشکیل میشد، خود توازن قوا رو به نفع خودش داره تمام میکنه. اما اینا در اون نقطه اوج مبارزاتی خودشون تونستن سندیکا رو تشکیل بدن با بسیاری از بدنه وسیع کارگری، و چون به تدریج سرکوب شدن، فعالینشون زندانی شدن، بدنه دید که خب اینا کاری هم نمیتونن بکنن. یعنی افول این تشکلات مستقل، افول بدنه این سندیکا رو دارم میگم، به دلیل اینکه یعنی مقصر نیستن فعالینشون، باید تقصیر اصلی رو به گردن اون رژیم انداخت که هیچ گونه تشکل مستقلی رو برنمیتابه، و اینا رو در حقیقت تونست در یه پروسه طولانی مدتی 10 ساله 20 ساله اینا رو به جایی بکشونه که دیگه عملا در سطح اعلامیه و بیانیه و اینان. خب شرکت هفت تپه کارگرا خیلی اعتراض کردن چرا نباید سندیکای شرکت هفت تپه میشد، نه در صورتی که کارگرای اومدن به اشکال دیگه ای این مبارزه را ادامه دادن. و اگه به اون سوالت بخوام جواب بدم که چه راه حل هایی برای این هست، خب شناخت واقعیاتی که وجود داره به ما کمک میکنه که بگیم حالا راهکاری برای این هست یا واقعا نیست. یعنی بر اساس تجربه شخصی من یا اون مروری کردن به این سالها اعتراض و تشکلهایی که درست شدن، اون تشکلهایی بیشتر با بدنه وصل بودن که شناخته شده نبودن. همین اعتراضات اخیر فرض کنیم کارگرای معدن کرمان رو بگیم، قبل از اون معدن بافت بود که ارشد فعالین شناخته شده ای نبودن، و در خیلی جاهای دیگه که پتروشیمی ها و بخش های دیگه کارگری، اونها بیشتر با بدن نزدیکترن تا این فعالینی که شناخته شدن. خب اونجایی که میگیم رژیم هیچ تشکل مستقلی رو بر نمیتابه و اونجایی هم که میپذیره حق آزادی اعتصاب و تحصن اینا رو نمیده، بنابراین باید یه شکل دیگه ای کار کرد. اون شکل دیگه اینه که ما فعالیت های علنی، نیمه علنی، مخفی، اینا یکی از راه برداست. یعنی تو عملا اونجایی که بعد از دستگیری اسماعیلی بخشی در هفت تپه کارگران اومدن به ترتیب دیگه خودشون صحبت میکردن، خب اون دیدیم که بهتر جواب میده تا اینکه یه نفر همیشه برجسته بشه. من به نظرم تشکلات در فقدان تشکلات مستقل کارگری و سرکوب این تشکلات، این اعتراضات خودش رو در جنبش‌های اجتماعی نشون خواهد داد. این خارج از اراده من و شماست، یعنی یه واقعیتیه که یه واقعیت جدال مرگ و زندگیه. در شرایطی که ویروس کرونا بیداد میکنه، کسی میاد تو خیابون اعتراض بکنه به خاطر دستمزدش، به خاطر حقوقهای پرداخته نشده، این یعنی دیگه اوج فاجعه یک جامعه است. خب این در کجای دنیا الان برین سراغ دارید که بیان کارگران جایی که ویروس کرونا داره بیداد میکنه بیان تو خیابون برن
جلوی کارخونه تجمع کنن. این نشون میده که واقعا وضعیت فراکتباریه و به خاطر همین میگم چون اینا سرکوب شدن خارج از انتظار من تو، خارج از اراده ما، این جنبش خودش رو به شکل جنبش های اجتماعی در آینده بسیار نزدیک نشون خواهد داد. یعنی اگه بخوایم بگم راهکار چیه، راهکار اینه که رژیم باید سرنگون بشه، نمیذاره تا آخرین لحظه وجودش هم نمیذاره. یعنی اگه بذاره تشکلات مستقل باشه، آزادی زنان باشه، اعتصاب باشه و این قوانین مذهبی خرافاتی جهل قرنها پیش رو بیاره از چیز برداره، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. و به خاطر همین نمیدونم، این نظر منه و درسته. خوب، حالا به خاطر همین باید گفتگو کنیم که راههایی رو پیدا کنیم که در واقع بتونیم این خواستا و این در واقع مطالبات رو پیش ببریم، علی رغم اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی میشه گفت که راه حل قطعی در واقع آغاز تحقق در حقوق و مطالبات مردمان ایرانه، ولی در این حال برای رسیدن و تثبیت در واقع این مطالبات، تثبیت دستاوردهایی که این سرنگونی رو ممکن میکنه، ایجاد نهادهای مستقل با اشکال قانونی، غیرقانونی، فراقانونی، زیرزمینی، مخفی، نیمه مخفی، یکی از ضرورات زندگیه و در واقع این ارتباطات و این همبستگی هایی که میتونه اینجا و اونجا در ابعاد کوچک و بزرگ شکل بگیره، ایناست که میتونه در واقع پیگیری خواستا رو ممکن کنه. و قول شما در موقعی که جان انسانی، نه فقط در واقع دستمزد ها، نه فقط سفره، اصلا جان انسانی در یک مخاطره قرار گرفته، در این موقع کارگر در بین سلاخی دو چیزه، فقر و کرونا، و نمیتونه انتخاب ناگزیری است، نمیتونه انتخاب کنه، نمیتونه راهی پیدا کنه برای این قضیه. به این هاست، یعنی ما با یه چیز اصلا شرایط ویژه‌ای روبرویم. این شرایط ویژه رو واقعا باید دریافت، چطوریه این به قول معروف میشه راهی پیدا کرد از این دره هولناک، چطور میشه گذشت، چه راهی هست؟ و طبیعیه که باید گفتگو کنیم و هیچ پیامبری خوشبختانه نیست که پیام الهی خودشو برسونه. این پیامبران زمینی هن، همین به قول شما همین فعالان و به قول معروف مردمی که میخوان زندگیشون بهبود پیدا کنه، میخوان فقیر نباشن، میخوان در رفاه باشن، میخوان بچه هاشون راحت باشه، آینده قابل اطمینانی داشته باشن، اینا تو این مسیر پیدا میکنن، باید پیدا کنن و نه فقط پیدا کنن خودشون فردی، بلکه پیدا کنن همراهانی رو که این راه رو باز کنه، این دیوار رو فرو برید در هم بشکنه و پیدا کنیم راه رو. بروز جان نظر شما، ببخشید طولانی شد. خواهش میکنم. علی جان، در واقع تو به یکی از آرزوهای که مدون شده الان ما میتونیم بخونیم، الان جلوی منه این متن شاهرخ زمانی، مطلبی موقعی که زنده بود توی زندان نوشت، مطلبی نوشت با عنوان ایجاد تشکل‌های سراسری داخل پرانتز اتحادیه‌ها، فدراسیون سراسری و حزب طبقه کارگر چگونه و با کی. در آخرین پاراگراف شاهرخ زمانی زنده یاد میگه که من به طور مشخص پیشنهاد میکنم تمامی نهله‌های کارگری صرف نظر از اختلافات نظری، شورای مؤسس و فدراسیون سراسری مرکب از تشکل‌های صنفی و تشکل‌های فعالین موجود ایجاد کنند. در واقع الان هم همچنان یک آرزوه. من خودم زیاد با شرایط فعلی زیاد امیدوار نیستم، ولی خب چه میشه کرد،
منم میتونم به عنوان یک فعال کارگری آرزوی این چنینی داشته باشم، چرا که نه، چرا با وجود تمام شمول بودن مطالبات، فعالین گروه های کارگری با هم متحد نمیشن، چرا حرکت واحدی انجام نمیدن، چرا دیگه ما شاهد تشکیل شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری نیستیم و به جای اون تا دلت بخواد اختلاف رقابت و اختلاف گروه های بازنشستگی تا اومدن به خودشون به جنبن چهار تیکه شدن بر سر همین اختلافاتی که همه میشناسیم سر چی هستن و این آزاردهنده است. من فکر میکنم که این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که یک این پروسه رو طی بکنیم و ما یک توازن قوایی رو شاهد باشیم در عرصه سیاسی و کارگری و اجتماعی در ایران که دولت حاکم دیگه جرأت نکنه یک فعال کارگری رو با وجود بی پشتوانه بودن، به اتکای بی پشتوانه بودن اون زندان بندازه و محاکمه کنه. ما حتما این زمان رو، این دوران رو سپری خواهیم کرد، بی گفتگو بی تردید سپری خواهیم کرد و آرزوی دیرینه شارخ زمانی و رفقای جانباختمون تحقق خواهد یافت. اما تا اون زمان چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم اونجایی باید کار کرد که دستیابی به این مطالبات و آرمان ها بهتر با ضریب امنیتی بالایی صورت بگیره. من فکر میکنم هر چقدر گروه های کارگری خودشون رو به این دریای عظیم مبارزات کارگری نزدیک بکنن، همونقدر واقعی میتونن زندگی کارگری داشته باشن، همونقدر واقعی میتونن مبارزه بکنن. ما نمیتونیم، من خودم فکر میکنم که تشکل حق ایجاد تشکل مستقل کارگری همانند حق آزادی بیان که کانون نویسندگان به خاطرش سرکوب میشه، به خاطر همون کسایی که قتلای زنجیره‌ای رفتن نابود شده. من حق آزادی بیان و اجتماعات رو جدا از مطالبات کارگری نمیدونم، به خاطر این باید براش مبارزه بکنیم با گروه های زنان، با گروه های دانشجویی. الان بعد از در تشکیل کمیته هایی که در آبان صورت گرفت، ما به درستی شاهد تشکیل گروه های مشترک کارگری و دانشجویی بودیم. الان هم همین گروه ها هستن، دارن فعالیت میکنن. ما فکر میکنیم خیزش آبان ما رو متحدتر کرد. خیزش آبان غربالگری صورت داد در عرصه سراسری در جنبش کارگری ایران و جنبش اعتراضی ایران. باید یاد بگیریم که در کنار هم مبارزه بکنیم فارغ از اختلافاتمون، و این اراده متاسفانه در گروه های کارگری کمتر وجود داره. توشون هستن انسان هایی که در واقع تب میکنن برای یک ذره اتحاد برای در جنبش کارگری، ولی چه کنیم که این امکان تا به حال آنطور که باید به وجود نیومده. ما باید رو بیاریم، مبارزات ما معطوف باشه به مبارزات درونی، به مبارزات جاری و توده‌ای کارگران. الان که خب ما توی این برنامه‌مون هست، همین نمونه زغال سنگ، کارگر معدن زغال سنگ نمونه بسیار بسیار واضحی بود که در بحث مربوط به اون میتونیم صحبت کنیم. ما توی این شرایط بعد از کرونایی، یعنی دوره کرونایی و بعد از اول ماه مه، شاهد حرکت تعدادی از پرستارهای گیلانی بودیم که در واقع علیه این قراردادهای 89 روزه، علیه بیکارسازی هایی که توی شرایط وحشتناک در انجام میشه، در واقع اعلام تظاهرات و اکسیژن و اینها کردن. ولی مهمتر در این دوره به قول معروف روز جهانی
پرستارم ما در واقع که روزی بود که همه سرهای مردمان جهان به سمت کادر درمانی و پرستاران برگشت، همونجوری که ما شاهدیم پنجشنبه ها در انگلستان، چهارشنبه ها در فرانسه و روزهای معینی در کشورهای مختلف جهان مردم چند دقیقه میان دست میزنن برای پرستاران و کادر درمانی، برای کسانی که از جانشون مایه گذاشتن برای مقابله با یک ویروس مرگباری که در واقع جهان ما قربانیان فراوان رو داره میگیره. اونها دارن در واقع هزینه هایی رو میدن که دولت های سرمایه داری با زدن خدمات درمانی، با زدن بیمارستان ها، با بیکارسازی کادرهای درمانی و پرستاران، با حذف بسیاری از در واقع خدماتی که حق انسانی و حقوق بشری مردمان جهانه، اینا در واقع اومدن جبران کردن و تا حد زیادی مانع از کشتارهای بزرگی شدن که میتونه شک بگیره. و به این لحاظ توی ایران برعکس، به جای کف زدن ما شاهد این هستیم که قراردادهای 89 روزه است و پرستاران امکان اخراجشون هست و مجددن، یعنی بی هیچ حقوقی. و جالبش اینه که حتی حقوقهای فروردین و ماه قبلشون هم پرداخت نشده برای بسیاری از اونها. درباره موقعیت پرستاران چی میشه گفت؟ چرا که ما قبلا چند سال پیش چندین حرکت بزرگ و خوب از پرستاران داشتیم و پارسال هم یکی دوتا حرکت، ولی الان دیگه با این موقعیت کرونایی پرستاران به چشم جهان ما تبدیل شدن، یعنی مردم تصویر خودشون رو در اون تلاش ها میبینن. شما چطور میبینید صدر جان؟ خب همون یک واقعیتیه که در سراسر جهان خودشون نشون داده که بخشی از طبقه کارگر در یه مقطع معینی وقتی که نیاز بشریت بوده که بیاد کمکشون کنه، نجاتشون بده و چطوری از خودشون مایه میذارن، از جانشون مایه میذارن و کار میکنن و این زبونی اون نظام رو هم از طرف دیگه نشون میده، نظامی که با ریاضت اقتصادی در سراسر جهان حمله کرده بود به تمام همین بخش خدمات و حقوقاشون رو پایین نگه می‌داشت، تعداد پرستاران در بسیاری از بیمارستان‌ها و خدمات دیگر رو قطع کرده بودن و در شرایط بسیار اسفبار زندگی می‌کردن. و این دوره در میگم سراسری، این یک مسئله فقط خاص ایران هم نیست، پرستاران بودن که دیگه به خاطر اینکه مریضی خودشون رو انتقال ندن به خانوادشون در همون بیمارستان میماندن و در حقیقت 24 ساعته داشتن تلاش میکردن. جالبه که توی ایلنا همین پرستارانی که در ایران اعتراض کردن گفتن ما از جانمان گذشتیم، این در تیتر اون خبر ایلنا، از سودشان نمیگذارن. خب این ببین عمق اون فاجعه رو نشون میده، برای هر کی همین جمله رو نشون بدی آدم نمیتونه تحمل بکنه که واقعا تو این شرایط همین پرستارانی که در بخشای خصوصی کار میکردن با هزار امید گفتن بریم بخش دولتی بذار کار بکنیم، حتی آگاهانه میدونستن که ممکنه قراردادشون هم تمدید نشه، گفتن خب با این فداکاری که ما میکنیم لابد دولتی هست که اینا قدردانی بکنه و ما بتونیم یه قراردادی دائمی داشته باشیم. و دیدیم که به قول شما نه تنها حقوق فروردینشون رو ندادن، بلکه الان در خطر اخراج هستن. و این عکس العمل همین پرستاران رو هم در مقابل این میبینیم که آگاه ترین بخش جامعه در رابطه با این کرونا اومدن و اعتراض کردن، تجمع کردن، اعتراض کردن به این مسئله و میخوان که دولت به این مسئله رسیدگی بکنه. تا چه حد دولت
بخواد به این رسیدگی بکنه یا نکنه، اون دیگه بستگی به این داره که تا چند این کارگران توازن قوا رو به نفع خودشون بکنن، یعنی بقیه یه بخش پرستاران رو به خودشون جلب بکنن، اونا بیان همبسته بشن، مشکل عقب افتادگی حقوق ها، حداقل دستمزد که الان مطرحه و این تورم افسار گسیخته و سبد معیشتی که هر روز داره بالا و بالا میره و بعضی اقلام اولیه مثل گوشت و مواد غذایی اولیه 100% یا بیشتر از اون رشد کرده، خب این مشکل پرستارانی که دائمی هم هستن هست. یعنی بخشی از مطالباتی که اینا مطرح میکنن، درسته که میگن ما قرارداد دائم میخوایم، ولی از جانب دیگه نپرداخت شدن حقوقشون به بخشای دیگه هم ربط داره، عدم استقلالشون. بسیاری از این دکترها در همین جریان کرونا اومدن اعتراض کردن که چرا نمیگذارید که ما نظر بدیم و چرا دروغ میگید در رابطه با آمار کشته ها. بسیاری از همین پرستارها دیدن، دکترها دیدن که رو در رو با فاجعه کرونا تعداد کشته ها، قربانی ها مواجه بودن و آگاهانه رژیم اینا رو پنهان میکرد و هر دکتری که به این مسئله اعتراض میکرد رو تحت فشار قرار میداد و یا شاید هم بعدا یا اخراجش بکنن. اینها ببینید بخشی از مشکل طبقه کارگر سراسر ایرانه. یعنی قرارداد موقت، خب حالا این 89 روزه خیلی آگاهانه ریخته شده، اما قراردادهای موقت در شرکت نفت بعد از دولت سازندگی هیچ وقت در ایران نبوده، دولت سازندگی آقای رفسنجانی، اینا شرکت نفت تجربهش دیده بودن که چقدر مهمه در اعتراضات کارگری. اینا اومدن همه رو کارمند کردن برای اینکه از اون مشمول قانون کار بیان بیرون. دوم، اونایی که کارمند شده بودن دیگه همه پیر شده بودن و جدید هر کی را استخدام کردن قراردادی، یعنی کل شرکت نفت رو تقسیم کردن به شعبه‌های مختلف و همه قرارداد. خب می‌بینیم با این قطعه کردن در حقیقت پیمانکاری اون بخش بزرگ جنبش کارگری را اینا تا حدودی، این خب برای همیشه نمیتونه باشه، تا حدودی برای مدتی اینا تونستن از این صحنه بیرون بکنن. همین مسئله قراردادی قراردادهای موقت، سفید امضا و غیره، اینا در همه جا وجود داره و این درد به نظرم پرستاران درد مشترک همه طبقه کارگر ایرانه و این نمیتونه حل بشه باز. و متاسفم اینو بگم که احتمال بسیار زیاد هست که اینا شغلشون از دست بدن اگر بخشای دیگه یه طبقه کارگر به کمکشون نیاد و رژیم هیچ گونه توجهی به این خواسته نخواهد کرد. منافع رژیم جای دیگه خفته و براش مهم نیست که به این صورت قربانی بگیره از اکثریت بخش طبقه کارگر ایران. بروز جان، در بیانیه اینا خیلی روشن اومده به وعده هاشون نه فقط عمل نکردن بلکه وعده های دروغ دادن و گفتن از جانمان مایه گذاشتیم اما از سودشان نگذاشتن و روی امنیت شغلی و همین عدم پرداخت ها گفتن که خواست عمومیه و به قول رفیقمون ستار چه به درستی اونها آینه و تصویر در واقع دوره‌ای رو که بر مردمان ایران در این دوره کرونا گذشت رو به روشنی گفتن، از دروغ پردازی ها و دروغ ها، آمارهای ساختگی، از نبود امکانات، همه اینها پرده برداشتن، از اون نبود امکاناتی که
هیچ چیز حفاظتی نداشتن و رفتن برای اینکه بیماران رو در واقع نجات بدن، از مردم رو از بیماری نجات بدن، بیماران رو در واقع بهبود ببخشن بهشون و شرایط رو فراهم بکنن که اینقدر این گسترش پیدا نکنه. اینو شما چطور میبینید اگر بشه که بعد؟ علی جان، من سالها پیش دهه سال 84 بود فکر کنم برای یک تنظیم کرده بودم دوستان، یک متنی رو برای امضا گرفتن از نیروی کار. من بیمارستان میلاد رفته بودم، رسیدم به یک پرستاری گفتم ببین این متن هست، تو و همکارات حاضرین این متن رو امضا کنین؟ بعد چون کوتاه بود خوند، گفت که یک کارگر خدماتی و نظافتچی رو به من نشون داد، گفت ببر اون برات امضا کنه، ما که کارگر نیستیم. خب این در واقع این ذهنیت در معلمان بود، خوشبختانه به واسطه فعالیت‌های مستمری که صورت گرفت ترک برداشت و الان دیگه ما فاصله گرفتیم با اون ذهنیت در ارتباط با معلمان. پرستاران راهی ندارم بالا برم پایین بیان، باید گروه های مستقل پرستاران داشته باشن، تشکل های مستقل پرستاران داشته باشن، مثل کارگران، مثل معلمان. نیازی نیست که این تشکل ابتدا به ساکن تایید دولت رو گرفته باشه، اینها میتونن با تشکیل هیئت های مؤسس تشکل های مختلف پرستاری بتونن به این مهم همت بگمارن. بدون تشکل و سازماندهی و سازمانیابی برگ از برگ تکون نخواهد خورد. خود اینا میدونن. اتفاقا حوزه پرستاریان و کادر درمان مهمترین هست، به ویژگی مهمی که داره همیشه کمبود نیرو داره و برعکس کارخونجاتی که به واسطه به دلایل مختلف و شکستگی کازه و اخراج میکنن، اینجا احتیاج به نیرو دارن. هر بیمارستان و درمانگاهی احتیاج به نیرو داره، کادر درمانی داره، اما استخدام که نمیکنن، امنیت شغلیشون هم رفته زیر سوال. به علت چی؟ به علت اینکه داره بخش درمان از سالها پیش از دولت رفسنجانی به این سو داره بهداشت و درمان کالایی شده، خصوصی داره میشه خیلی جاها و اینها ضعیفتر میشه، در واقع قدرت چانه‌زنیشون ضعیفتر میشه. خب خصوص جایی که خصوصی هستن هم به میل خودشون هم ساعت کار تعیین میکنن، هم الان در جنگ نابرابر کرونا پرستاران و کادر درمانی بودن که در صف اول قرار داشتن و الان هم هستن. واقعا بیش از 300 نفر گفته میشه که کشته شدن از بین اینها و اینها کسایی هستن که دارن با زندگیشون بازی میکنن، تا 18 ساعت سر کار میمونن. من فکر میکنم یک رجوعی باید از طرف فعالان کارگری و معلمان در رابطه با پرستاران، که اونها هم گروه های تلگرامی خوشبختانه دارن برای پیشبرد مطالباتشون، باید این رجوع صورت بگیره، بگن که بیاین به این صف ملحق بشین. چرا شما نیروی کار هستین، جای شما در امضا جزء امضا کنندگان قطعنامه های اول ماه مه باشه؟ چرا نیستین؟ شما نمیتونین جدا جدا اعتراض بکنین و انتظار داشته باشین به حق و حقوقتون برسید. بنابراین فارغ از هر شرایطی در ایران که اون شرایط برای جنبش کارگری و معلمان نیز هست، جاری و ساریه، همین شرایط برای پرستاران هم وجود داره. من فکر میکنم اینها باید خیز بردارن برای ایجاد تشکل سراسریشون. یک کسای همت باید بکنن در این میان، پا جلو بذارن، این اتفاق باید بیفته، وگرنه ما همچنان این دور تسلسل معیوب رو این دوستان پرستار ما طی خواهند کرد. ولو اینکه تو بیای یک حرکتی رو در یک بیمارستان
سامان بدی. من به نظر من این به هم پیوستگی حرکت‌های کادر درمانی ایران خیلی خیلی ضرورت عاجلیه برای این دوستان. خب خوشبختانه، یعنی در واقع باید از این فرصت، میشه گفت که فرصت اقبال عمومی به کادر درمانی و چیز باید استفاده بشه و اونا بتونن نه فقط ملحق بشن بلکه یک الحاق ایجاد بشه. در واقع کسی به کسی متحد نمیشه، همه با هم متحد میشن که بتونن شرایط کار، شرایط زیست، شرایط رفاه رو، شرایط فعالیت مستقل، شرایط آزادی در واقع تشکل‌های مستقل متشکل شدن، آزادی بیان، آزادی اعتصاب و اینا رو بتونن فراهم بکنن و علیه این شرایط بردواری که رژیم اسلامی و سرمایه‌داری علیه این در واقع نیروی کار داره انجام میده بتونن کار مشترک وسیعی رو بتونن عنوان هم شاغلین و هم بیکاران، پرستاران بیکار، کارگران بیکار، کارگران شاغل بتونن همه با هم چی سازمان بدن. به عنوان آخرین سوال، امیدوارم کوتاه چون یه 7-8 دقیقه وقت داریم، کارگران در واقع اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان پس از 7 روز تمام شد و کارگران با به بخش از مطالباتشون دست پیدا کردن. از شما بهروزجان شروع میکنم، ارزیابیتون از این قضیه چیه؟ من در رابطه با صحبت پرستاران یک نکته ای که میخواستم بگم، اونها هم مثل کارگران یکی دو تا مثل خانه کارگر کارگری رو دارم، خانه پرستار هست و جاهای دیگه که به بیراهه بردم دیگه تا به حال. من فکر کنم علی جان در این دوره تا این لحظه ای که من و شما و رفیق ستار با هم صحبت میکنیم، مسئله ارزیابی از حرکت همبستگی و متحدانه کارگرای زغالسنگ کرمان، معادن زغالسنگ کرمان مهمترین تجربه است برای سال 99 تا اینجا. من فکر بکنم که این تعداد بالای کارگران در چندین شهر، در 3 شهر، در 10 شرکت معدن، متحد کردن اینها و در واقع از میان برداشتن موانع مختلف و متعدد در میان راه برای سازمان دهندگان این تظاهرات و اعتصاب معادن، کارگران معادن، کار بس بزرگ و شگفت انگیزی که ما این رو کمتر داریم به این شکل در بخشای دیگه جنبش کارگری. ما همیشه و همواره از ضعف به هم پیوستگی گروه های کارگری صحبت کردیم، اما کمتر بهش متحقق شده این مهم. در رابطه با بخش معدن که در واقع به لحاظ امنیت شغلی، به لحاظ امنیت جانی، واقعیت اینه که من با اون دوستانی که توی معدن بابنیزو صحبت میکردم، اونها میگفتم ما میریم سر کار، صبح میریم معلوم نیست شب برگردیم. تفاوت داره با اینکه کار ما، تفاوت داره با اینکه تو بری کارخونه و یک ماشینی رو بخوای تولید کنی و برگردی سر کار. این تفاوت ما با اونا اینه که ما با جانمون در واقع برای چنده قاز حقوق با جانمون داریم بازی میکنیم و این مسلمه، این وجود داره. من فکر میکنم تجربه حرکت مشترک کارگرای زغالسنگ کرمان رو باید ثبت بشه در تاریخ مبارزات جنبش کارگری ایران، در تاریخ مبارزات جاری و توده‌ای جنبش کارگری ایران این ثبت بشه و باید تماس گرفته بشه با رفقا و فعالینی که سازمانده این حرکت بودن. حرکت بزرگ در زرند، در کوهپنان و خود کرمان، اینها چیزایی نیست که ما به این آسونی بتونیم از یاد ببریم. به نظر من سازماندهی ویژه‌ای که روی این
حرکت شده این سازماندهی یک ارزیابی محکم و معین میخواد که بردوش ما فعالین کارگری و گروه های کارگری در ایرانه. متاسفانه من دیدم که فقط و فقط در حد واکنش به این اتفاق بود که در حد خبر گروه های کارگری بهش پرداختن و این ارزیابی جای از این ارزیابی بسیار مهمه. باید شال و کلاه کرد رفت کرمان با این بچه ها ارتباط برقرار کرد و بفهمیم دردشون چیه. اتفاقی که در کمیته هماهنگی افتاد درست بود. اونجا هم رفتیم با از طرف کمیته هماهنگی رفتیم با باب میزویا صحبت کردیم، فیلم ازشون گرفتیم، گرامی داشت براشون گذاشته شد در تهران و این اتفاقات افتاد. اینا شدنیه. اینها به رغم تهدیدهای حاکمیت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در ایران، به رغم همه اینا این کارها امکان پذیره. کارهایی که ما گروه های کارگری، ما فعالین کارگری باید شونمونو بدیم زیر بار و بریم با این بچه هایی که به این شکل دارن حرکت میکنن ارتباط برقرار کنیم. ستا جان، ارزیابی شما چه هست از این در واقع اعتصاب 7 روزی 3000 کارگر معادن زرند و راور و کوپان؟ من سعی میکنم طرح مسئله رو بکنم، برای اینکه این خودش نیاز به یه بحث طولانی داره. 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان از اول اردیبهشت اینا اعتراضاتشون توی همون 3 تا 4 همونجوری که رفیق بهروز گفت راور کوپنان و زرند اینا شروع کردن. و مسئله اصلی اینجاست که دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگان فولاد بدهکار بود و برای اینکه این بدهکاریشو پس بده به صندوق، هیچ نقدینگی در اختیارش نداشت، شرکت زغالسنگ کرمان رو به صندوق بازنشستگی فولاد اهواز فروخت. خب وقتی این فروخ، حالا اسمشو گذاشتن دالاب یا هر اسمی براش گذاشته بودن، بعد رئیس این مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد که همون رضا مسرور هستش، این میاد همین که چیزو میذاره به بازار بورس. وقتی که میذاره به بازار بورس و کارگران میفهمن که داره شروع میشه، یه واقعیتیه که اینا براشون مهم نیست، خودسازی میشه، به هر کی فروخته میشه، مهم اینه که با فروختن به شرکت‌های دیگه و دست به دست کردن اینها امنیت شغلیشون از دست میره، پرداختاشون مشکل پیدا میکنه و مجموعه‌ای که برای همه کارگران اتفاق میفته. اینا بلافاصله میان در اول اردیبهشت ماه با این حرکت تجمع میکنن 3500 کارگر که ما میخوام بدونیم که برای ما شفاف سازی بکنید ببینید چه میگذره اینجا. در حقیقت هیچ گزارشی براشون داده نمیشد که بعدن این رضا مسعود میاد با بخشی از کارگران و نماینده دولتی میشنن صحبت میکنن و بحث این آقا اینه که میگه بعضی از خواسته هاشون توی همون جلسهشون میگه بعضی از خواسته ها از حوزه اختیارات این صندوق خارجه، حتی از اختیارات دولت هم خارجه، بعد مجلس تصمیم بگیره. یعنی مثلا در رابطه با دستمزدها، در رابطه با بقیه خواسته هاشون رو طبقه بندی مشاغل و اینا میگه که ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم و در حقیقت اون وعده هاشون در درجه اول وعده های تو خالی بوده، ولی به تدریج وقتی که اعتصابات ادامه پیدا میکنه، روز شنبه جلسه میذارن و با وعده های جدید بهشون میگن که شما یعنی امروز دیگه باید کارگرها سر
روز سه‌شنبه کارگرا بعد سر کارشون برگشته باشن با وعده هایی که دادن، و این در حقیقت اون اتفاقی که داره میفته در معدن زغال سنگ. ولی باز هم بگم ببینید چقدر شرایط حساس بوده که 3000 نفر که تو این شرایط کرونا نباید اصلا نزدیک هم باشن میان تحسن و اعتراض میکنن و دولت هیچ عکس عملی هم نسبت به این مسئله نشون نمیده، بلا فاصله اصلا چیزی نمیگن در رابطه بشون، فقط دوباره میان جلسه میذارن که ما به خواستهای شما میرسیم و این هنوز مشخص نیست، یعنی تا اینجا فقط وعده بوده و معلوم نیست که به هر صورت این وعده تا چقدر عملی بشه. درود بر هر دوی شما عزیزان و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به تریبونای کارگری این هفته هم توجه کردید. Thank you.